اکنون دوباره اینجا منم با یک بغل ترانه، آواز خانه عاشق منم با حرف عاشقانه. در 15 سالگی عاشق شوهرش، شوهر بعدیش شد، پرویز شاپور. و من از اونجا فهمیدم که عشق یعنی چی، که منو صدا کرد گفت اگه بهت یه تومن بدم یا 5000 بدم مثل کاغذ میبری در خونه اونا بدی؟ گفتم آره. و هم موقع خواهر دیگه، من خواهر بزرگترم، اونم عاشق شد، اونم روزی یه تومن من میداد مثل که من در روز دو سه تومن درآمد داشتم. کاغذ میبردم و نمیستم توی کاغذ چیه، فقط میدویدم بین خونه ها و کاغذ میبردم و میمیدم. و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم، هم عشق رو فهمیدم. بعدا فهمیدم که چه دردیست، درد عاشق شدن و عاشق بودن. ولی بعد منتظره که اون یکی دیگه، بالاخره ما یه کاری کردیم حالا دیگه. الان اگه الان چی میخوای بگی؟ الان میخوام ببینم تو طول این سالها که من نمیخوام بدونم چند ساله تو، نمیخوام بدونم که از کجا آمدی، نه ابدا، آیا هیچ وقت بوده که از ته دل، از ته دل واقعا اونجا کردم دیگه شبانتون رو بخوابه گریه بکنه خودشو بزنه شیون عاشق شدی، عاشق به اون شدت؟ بله، مگه من آدم نیستم؟ چرا؟ یا غیر از خانمای دیگه؟ چون آخه خانمای دیگه وقتی میگین که عاشق شدی میگن که نخیر، میگم فارغ شدی نخیر. خب عاشق شما نیستین، عروسی کردین، همه رو نفت میکنن. بابا عشق چیز طبیعیه باشه. از اینجا که من پیمبرم خواننده رادیو تلویزیون اصلا عاشق نمیتونه باشه، از هر کسی میگم عاشق میگه نه. پس این شایعات که در مورد ما هستش چیه؟ در مورد من نیست، هیچی نبوده هیچ وقت. خب الحمدلله شما یکی بس کارتون درسته. پس تمام این شایعات در مورد منه. خب نمیخوای عاشق بشی؟ عاشق نمیخوای بشی؟ نه. خنده دارهش؟ نه واقعا چیز خنده داره؟ نه که نشدم. اصلا تو دا بال عاشق شدی؟ نه. یعنی بچه هم که بودی عاشق همسایه، پسر همسایه، کاغذ یواشکی، هر آدم جوونی بابا، اصلا هر بچه 16 ساله عاشق بوده، هم اصلا بچه سالم اون بچه‌ای که عاشق بشه در 14 سالگی، اگه نشه بیماره، باید عاشق بشه آدمی زاد. اول عاشق مادرش آدمی زاد، بعد عاشق دوستای مامانش میشه، بعد عاشق همسایه‌ها میشه. راست میگم، بعد دختر بچه‌ها هم عاشق باباشونن، بعد کفشای گنده مامانشون پاشو میکنن، ادای زنای بزرگو در میارن، بعد به مردای بزرگ میارن. این طبیعیه، بچه‌س غریزیه، ما نمیخوام قبول بکنیم چون میگیم عفو بده. چرا بده؟ طبیعت که بد نمیتونه باشه. شما عاشق نبودین پس شما بیماری خانم. جان جان حالا الان عاشق نیستی؟ نه نیست. به خودت به دکتر نشون بدی. جدی میگم، آدم در سن تو عاشق نمیشه اصلا، به دور دارم مجانی. اصلا عشق تمام زندگی عشقه. منظورم این عشق نیستش که یکی که بغل کنه بگه مثلا قربونت برم. نه، عشق، عشق مردم، عشق به دنیا، عشق به سول. شما عشق مردم دارین؟ عشق به دنیا دارین؟ در دنیا چه خبر الان؟ چه ویتنام الان چجوریه؟ چطور تو مربوط نیست؟ ویتنام چجوری الان وضعش؟ نمیدونی اما عشق به دنیا داری؟ من داخل سیاست نشم. ببخشید داشت به نون سنگک با هم صحبت کنم، چطوره؟ من نمیخوام تمام برنامه با مده و این چیزا بگذره، ولی خب از سیاست با شما صحبت میکنم. من نمیستم تا حالا جغرافیا با سیاست ارتباط مستقیم داری. من گفتم وضعی ویتنام الان چجوریه؟ من چه میدونم؟ خیلی خب شما گفتین که باشه قبول میکنم. آواز خونده به اسم ناجی، پس کسی که از مردم اطلاعی نداره، کسی که از جغرافیا از سیاست اطلاعی نداره، میگه اصلا نمیخوام تا داشتم، چطور آواز میخونم به اسم ناجی؟ میدونی ناجی یعنی چی؟ ناجی نجات دهنده. شما هستین؟ نه خیر. ولی شما مردم الان از دست حرفای بی سر و ته من نجات میدید. تنها میذارم شما رو با آواز ناجی. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قصاب بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد، به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم، عشق دادن حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم و فروغ زودتر از همه از خونه رفت، زن پرویز شد و رفت به اهواز. یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و 3 سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه، گفت نمیدونم، خودم دنبال خودم دارم میگردم، یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم غیر از مرد، غیر از جفت، غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی، گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم، جوراب بدوزم، شلوار بشورم، من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن همین روشن فکرهای قلابی شدیدن بهش فحش میدادن.
و دقیقا با عرض معذرت کلمه فاحشه رو میگفتن. او فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود؟ گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود؟ مگه زن اجازه داشت که بگه بازوی مرد آهنیه و من رفتم توی بازوی مرد؟ گناه کردم. زن ایرانی رو ساخته بودن در اون فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن خفه شدن و اظهار نظر نکردن. پروین اعتصامی شروع کرد به حرف زدن ولی روزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد. از عدس و نخود و لوبیا حرف زد، با گربه صحبت کرد. ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز؟ بس روز گذشت و هفته و ماه، از با گربه حرف میزد از تنهایی. فروغ شروع کرد به اینکه همونجور که یک مرد در کشور مرد سالار ما میتونه عاشق یک زن باشه، یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه. تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن، مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه؟ خب باید از بازوی مرد حرف بزنه، از سیبیل مرد باید حرف بزنه. و گفت در اون مملکت و فوش خورد. می نویسه برای من که فریدون عزیزم، از 1000 تا کتاب که چاپ میشه 500 تاشو روشن فکرا میخرن که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگم که من خراب هستم. ولی من میستم، من یک شاعره نیستم، من یک شاعرم و جلوی اینا میستم. و من میگفت که نگو من شاعر هستم، من مردم و با جلوی مردم بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم. اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن. در ذهن ایران رو ترک کرد، کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد. از ایتالیا به ایران برگشت، کتاب اوسیان رو نوشت، دیوونه شد، به بیمارستان روانی رفت و مدت‌ها در اونجا بستری بود، 9 ماه، نزدیک 1 سال. بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریق، باورم ناید که عاقل گشتم. در کتاب اوسیان میتازه به مرد، به خداوند، به دنیای اطرافش، به همه چیز. به خدا میگه که تو از یک طرف میگه که من سرنوشت شما رو تعیین میکنم، بعد ما رو بدبخت از روز اول بدبخت و بیچاره میآفرینی. تو چه خدایی هستی که انسان رو بدبخت میآفرینی و دلت به این خوشی که تو سرنوشتش رو تعیین میکنی؟ بذار من خودم خدای خودم باشم، خودم سرنوشت خودم رو تعیین کنم، بعد تو منو مجازات کن به خاطر خوبیام و بدیام. ولی از من برای من برنامه پیش ساخته نساز و بعد من رو به خاطر خودت مجازات نکن. از کتاب اوسیان فروغ به کتاب دیوار میرسه، از اوسیان دیوار و بعد به تولدی دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید، ایمان بیاوریم، به آغاز فصل سرد. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، برای که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میامدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتاب رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت بکنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگه بود، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود، موهای جلوش همه سفید، توالت نمی کرد اصلا، خیلی ساده لباس می پوشید و بعد می نوشت که توی آینه که نگاه میکنم میبینم که مقدار از موهای جلو سرم سفید شدند. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارایی که باید می کردم هنوز نکردم، تنبلی کردم، می ترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی میگفت خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم، این درست 2 سال بعد از این صحبت ها،
برای سر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ دو تا شعر سیاسی باقی مونده، صدها شعر عاشقانه و یکی دو شعر اجتماعی، و این کتاب برگزیده که ورق میزنید یه دختر 16 ساله رو میبینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت میکنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شاه مدت کوتاهی تنها زندگی کرد، بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم، با او کار سینما رو آغاز کرد، فیلم خشت آینه رو با او ساخت، فیلم خانه سیاه هست رو تنهایی از جزامی های ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروغ تهیه کردن. 20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا. دفعه اول که عاشق شدی چند ساله بودی؟ چند ساله بودم؟ یعنی کی بود؟ تقریبا دوازده سال پیش. بگرم بخواه بگی ده ساله بودم، خواستم بگم خیلی سوچه کردی. دوازده سال پیش. و دفعه دوم که بود؟ 5-6 سال پیش. بعد خیلی عاشق بودی؟ اولیش خیلی عاشق بود. یعنی گریه میکردی؟ ناراحت بودی؟ چرا گریه کنم؟ از خدا بخواد مثل من داشته بشه یارو. خب من از این حرفا میذارم، میگن یارو چقدر پررو. یارو باید خیلی از خدا بخواد که عاشق من بشه. این حرفا نیست. یعنی من اگه مثلا بیام سعی بکنم و سعی کنم خیلی باید بدو یالا حالا. واقعا باید بدو. من که رانندگی بلد نیستم، معلومه باید بدو. من خودم بلد نیستم. سوزن دو تا لباس بیارو. من گفتم با لباس شب بیا. او چیه اینجا؟ همش گشتم. شما گفت لباس لویی 16 ها. گفتم لویی 16. بعد گفتم لباس لویی 16 ها چیه؟ گفتم اصلا نمیدونم لویی 16 کی بوده. فقط لباس بپوشم. بعد یه لباس مشکی کلاسیک هم آورده. حالا اشکال نداره، میشه یکی من بپوشم، میشه تو بپوشی. من که خواستم بپوشم نذاشتی. چی لباس پوشیدی؟ این شمال شبه. همه خواننده‌های دنیا خب به خود دکلته میان اینا. چرا اینو پوشیدی؟ آخه من خواننده اونجوری نیستم که من خواننده خیلی سر میشه. من خواهش کنم که میکروفون تو مثلا بردارم از اینجا. نه فرید باز حرف در میارم برامون. اینو مثلا اجازه بده من میکروفون واسه کنم به اینجا. این باز حرف در میارم. من برای خودت میگم، برای من عزیزم. شما الان همه تو خونهاتون لخت نشستین یا شما شاهد باشین باز حرف در میارم برامون. ایراد نداره. اینو در بیار. اوکی. در بیار. تو این شهر آخرین حرفی که میتونی در بیاری این همین بود که سوسن لخ شد و یه حرفای بدی از عشق به فرخزاد زدی. نه بابا دیگه دارم اون. آدم بهتره که عاشق باشه و صادق باشه تا اینکه دروغگو باشه و به خود مردم رنگ بکنه. خیلی خوش اومد گفتم من عاشق بودم. بله من دوبار عاشق. فکر میکنی که عشق لازمه زندگی دیگه؟ حتما عشق مثل قضا میمونه، مثل فکر میکنی دوباره ممکن عاشق بشی؟ آره یه خوشگل ببینم دلم دوست داشته باشه. من چه جور آدمی میبینی؟ تو دیگه برای من چیز قدیمی شدی دیگه. خب خیلی کهنه شدم مثل دمپایی. نه تو مرد خوشتیپی هستی، ولی من تو رو به عنوان یک همکار، مثل برادر میبینی، مثل یک دوست، مثل یک همکار. هیچ گونه حسی ممکن نیست مثلا داشته باشی؟ چرا لخشی ممکنه شیم. خب من همینو می‌خواستم. ولی که تمام من اینجا وقتی شبا شوهای آمریکایی می‌بینی تمام صحبت‌ها همین صحبت است. به ما که میرسه میگن آقا ایرونیا دیدی از عشق صحبت کردن. عشق قشنگ‌ترین چیز دنیا. نه عشق خیلی خوبه. لباس شب، لباس دکورتاس. تو لخرابری همه خانم ها خوششون. خب من کنار دریا مردم لخرابری. 180 خانم ها از این سینه تو خوششون بیاد. این اصلا بحثی نیست. خب 180 که من فکر کنم 190 ولی خاله باشه. دیگه تو نبین دیگه حالا. سوزن جان هیچ وقت یک از این آوازه که خوندی برای عشقت خوندی؟ آره همه شو برای عشقم خوندم. برای عشق اولی مثلا یک از آوازه که برای عشق اولی خوندی چی شده؟ برای عشق اولی مثلا چی خوندی؟ دوست دارم بخون.
دوست دارم میدونی تو که بهتر مرد کار دله اینو میدونی که خوندی اینو وقتی خوندی که 19 سال پیش گفت 12 سال پیش عاشق بودم چطور 19 سال پیش آوازه که من گفتم 12 سال پیش گفت 10-12 سال پیش عاشق اولی یعنی 18 سال پیش از من سوال کردی گفتم بس بفرمای بنده عمر نوح دارم نه من 18 سال پیش تلویزیون بعدی با هم دیگه خوندیم دوست دارم همون 18 سال این 10 سال ول کن 10 سال پیش این 10 سال جدا زندگی من نیست واقعا جدا زندگی من نیست اصلا من این 10 سال فکر نمی کنم که جزء زندگی کسی باشه که از ایران به بیرونه یا اینکه این ناراحتی ها رو کشیده این 10 سال مثل یک تخیلی میمونه توی فکر آدم مثل خواب اصلا من فکر نمی کنم که این 10 سال جزء عمری منه من از خدا طلب کارم این 10 سال و بعد هم والا خمینی هم با خدا صحبت میکنه و راز نیاز کاری به خمینی من ندارم ما هم اگه طلب کار اسم از خدا ما باش مشغوله من قاطی بزرگان من قاطی آسمون نکن سوزن جانم آوازه که اخیرا خوندی حالا که عاشق نیستی از کجا میدونی؟ بلکه خود گفتی آخر عشق هم 6 سال پیش بود خب آخر اینجا که اومدم چی؟ پس جز زندگی تا این سال ها بلکه من اینجا کارم گیر کرده باشه گره پیدا کرده باشه خب خوندی پس با عشق برای عشق خوندی تو بلدی عاشق بشی؟ آخ من اینقدر عاشقم باور کنم اینقدر عاشقم ولی هیچ کسی هم سوال نمی کنه که آقا عاشقی تو فارغی تو حالا من ازت سوال میکنم فریدون جدی برای اولین بارم شده یک کلام حرف راست برای اولین بار راست من آدم بسیار صادقی هستم و با شهامت هستم اوکی ولی خواهش میکنم بگو الان عاشق یا نیستی من وحشتناک عاشق همون عشق قدیمی دیگه عشق قدیمی همون یه دفعه عاشق نه من 4 بار عاشق شدم 4 بار 4 بار با 2 بار از من کم داری من کم دارم شما از من جوان ترید شما در مراحل بعدی که به سن من میرسید 12 بار دیگه عاشق حالا این یه دفعه رو حساب کنم میشه سوزن جان میدونم که آدم وقتی با عشق آواز میخونه با عشق اون آواز به دل مردم میشین حتما نباید آدم عاشق یک انسان باشه انسان باشه عاشق همه میتونه باشه عاشق آسمون میتونه باشه عاشق بچه میتونه باشه عاشق خواهر میتونه باشه عاشق برادر میتونه باشه و عاشق آواز خانه عاشق منم با حرف عاشقانه